سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به زندگی شخصی و هنری کاظم افرندنیا، بازیگر قدیمی و پیشکسوت سینمای کشورمون میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. کاظم افرندنیا متولد 4 بهمن 1324 در نائین یزد بازیگر سینماه. او دیپلم هنرستان هنرهای زیبا رو داشت. قبل از انقلاب وارد عرصه بازیگری شد و با سریال معمای شاه آخرین بازی خودش رو انجام داد. پدرش فرماندار بود و به همین خاطر دوران دبستان رو به همراه دو برادر دیگرش مسعود و حمید در دبستان امین در شهر گلپایگان در 160 کیلومتری اصفهان سپری کرد. به صورت حرفه‌ای فعالیت خودش رو از سال 1349 در 25 سالگی با تئاتر شروع کرد. اولین بار اما در سال 1350 با مجموعه تلویزیونی دلیران تنگستان جلوی دوربین تلویزیون رفت. او در سال 1353 هم با فیلم ناجورها وارد پرده سینما شد. افرندنیا تا شروع انقلاب در 12 فیلم سینمایی و 4 سریال تلویزیونی از جمله سریال مورچه داره و غارتگران بازی کرد. ایشون سپس در سال 59 با فیلم مفسدین به عرصه بازیگری بازگشت. در سالهای بعد از انقلاب در 51 فیلم سینمایی و 55 سریال ایفای نقش کرد. اما از دهه 90 به بعد مثل اغلب هنرمندان قدیمی دچار کمکاری شدیدی شد. او در مورد علت کمکاری گلایه‌هایی داشت و گفت در شرایطی که یه مشت بی‌هنر به سبب ارتباطاتی که دارن نقشای اصلی و فرعی سینما و تلویزیون رو می‌گیرن چه میتوان کرد جز گلایه؟ ما هم در این شرایط حکم عمله‌ها رو پیدا کردیم. متاسفانه من زندگیم رو روی این کار گذاشتم و الان پشیمونم. به خدا اگه میدونستم روزی بازیگری به این وضعیت چندشاور میرسه و به جای توانایی ارتباطات ملاک انتخاب میشه، حداقل میرفتم سراغ رفتگری، بلکه مستمری بازنشستگی هم داشته باشم. کاظم افرندنیا متأهله که نام 2 فرزندش ابرش و تنازه. ایشون در مصاحبه‌ای گفته من مخالف ورود جوانان به حرفه بازیگری نیستم و دوست ندارم راه ورود اونها به عرصه بازیگری و سینما بسته بشه، چرا که زمانی ما هم جوان بودیم که وارد این حرفه شدیم. به نظرم جوانها باید با تلاش و پشتکار وارد این حرفه بازیگری بشن و به واسطه رفاقت و روابط یا زیبایی وارد این حرفه نشن. به همچنین ادامه داد متاسفانه چند وقتیه که در سینما عادت خطرناکی باب شده و این خریدن نقشاست. چند وقت پیش با کارگردانی برای حضور در فیلمش صحبت کردم و اون گفت که در فیلمنامش نقشی برای سن و سال من نیست. اما بعدها فهمیدم اتفاقا نقشی مناسب من بوده، اما به مبلغ 2 تا چند میلیون تومان فروخته شده. بازیگر فیلم منطقه ممنوعه با تأکید بر اشتباه بودن روند حال حاضر فروختن نقشا تصریح کرد و گفت من 50 سال تو بازیگری بودم و الان به فراموشی سپرده شدم. اینا میخوان با خرید نقش و سوء استفاده از معروفیت کلاه مردم رو بردارن. وقتی همه چیز به این سمت میره مسلمه که امثال من بیکار میمونن. شاید یکی از مهمترین بخشای زندگی هنری کاظم افرندنیا بازی در سریال دلیران تنگستان بوده. کاظم افرندنیا در سال 53 در 29 سالگی در سریال دلیران تنگستان نقش مهمی بازی کرده که تونست با مهارت خودش اون نقش و همچنین خودش رو میون مخاطبان تلویزیون مطرح کنه. اون در این سریال با همایون شهنواز همکاری داشت. کاظم افرندنیا تونست با بازی در سریال دلیران تنگستان تجربه بازیگری موفقی برای خودش رقم بزنه و همکاری در کنار بازیگرانی نظیر محمود جوهری، شهروز رامتین، اسماعیل داورفر و عنایت الله شفیعی بر تجارب اون افزود. کاظم افرندنیا علاوه بر سریال دلیران تنگستان سال 1371 در 47 سالگی در سریال خاله‌سارا نیز بازی کرده. ایشون با فرامرز باسری یعنی کارگردان سریال خاله‌سارا و هنرمندانی چون آتنه فقیه نصیری، پریسا بختاور، گیتی معینی و هما خاکپاش همکاری داشت. کاظم افرندنیا با اشاره به فراگیر شدن کمکاری و بیکاری در میان بازیگران پیشکسوت گفت این مشکلات تنها برای من نیست. اکثر بازیگران قدیمی با این مشکلات و حتی بیشتر دست و پنجه نرم می‌کنند.
کار ما این شده که صندلی رو جلوی در بذاریم و منتظر باشیم تا فرشته مرگ ما رو با خودش ببره. کاظم افرانیا گفته امیدوارم روزی به گدایی نیفتیم. متاسفانه هنرمندانی رو میشناسم که امروز به گدایی افتادن، چرا که همه چیز به گروه‌های مافیایی محدود شده. این بازیگر سینما و تلویزیون گفته متاسفانه در حال حاضر در هیچ فیلم یا سریالی بازی نمی‌کنم. شرایط بسیار عجیب شده، به طوری که پیش از عید با من برای بازی در مجموعه صحبت شد اما دیگه خبری از تهیه کننده و کارگردان اون اثر نشد. این اواخر حتی برای بازی در مجموعه به کارگردانی سیامک خواجه‌بند نیز صحبت هامون به قطعیت رسید، اما با وجود اینکه ساخت این مجموعه شروع شده هنوز بازی من شروع نشده. وی افزود بسیاری از بازیگران با تکیه بر مافیایی که در تلویزیون و سینما به وجود اومده مشغول کار هستند و بخش اعظمی از بازیگران بیکار شدند. دلم از این مسائل پره و اگه بتونم روزی در برابر همه اینها میستم. این بازیگر گفت تلویزیون دچار فساد مالی شده و به بهانه نبود بودجه آثار ضعیف تولید میکنه. من در این سالها فقط در معمای شاه نقش تیمسار طوفانیان رو بازی کردم که حدوداً بعد از 3 سال 4 سکانس این روزها بازی خواهم داشت، که البته بعد از 3 یا 4 ماه هنوز برای بازی در این مجموعه با من صحبت نشده. بازیگر مجموعه ستایش دو گفته در تلویزیون همه چیز به پول برمیگرده و متاسفانه بی پولی این وضعیت رو برای تلویزیون به وجود آورده که اکثر مردم به فیلم‌ها و سریال‌های خارجی روی آوردن. من نیز خودم رو بیشتر با فیلم‌ها و سریال‌های خارجی سرگرم می‌کنم تا حداقل درم برای وقتی که تلف کردم نسوزه. به خاطر همین اصلاً تلویزیون نگاه نمی‌کنم. ایشون گفته انتظاری از مسئولان ندارم و اصلاً اونها رو نمی‌شناسم. بهتر مسئولان همینطور بیشتر به فکر این باشند که جایگاه خودشون رو حفظ کنند. امیدوارم روزی همه اونهایی که به خواب رفتن از خواب بیدار بشن و وضعیت سینما و تلویزیونمون رو ببینن و به نجات اون فکر کنن. روحیه یه هنرمندان با مسائلی مثل مسائل مافیایی سازگار نیست و کار ما یه کار لطیفه که خیلی چیزها باید در اون رعایت بشه. با وجود اینکه حدود نیم قرنه که کار میکنم، در حال حاضر چند ماهیه که نتونستم اجاره خونم رو هم بدم. این بازیگر اظهار داشت امیدوارم که مسئولان نذارند که وضعیت از این بدتر بشه. بسیاری از بازیگران وضعیت امروز من رو دارن و با زحمت فراوون جوانیشون رو در این راه هنر و سینما گذاشتن، اما امروز تو بحران بدی به سر میبرن. افرانیا در آخر تصریح کرد و گفت امیدوارم روزی به گدایی نیفتیم. متاسفانه هنرمندانی که امروز به گدایی افتادن زیاد شده و من خیلی هاشون رو میشناسم. در نهایت کاظم افرانیا 1 بهمن 1395 در منزل دچار سردرد و سپس خونریزی و سکته مغزی شد، اما 3 عمل جراحی اون رو برنگردوند و باعث کما هم شد. در نهایت ایشون 9 بهمن 1395 در سن 71 سالگی درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه‌های ما علاقه مندید میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.